گام اول گرم گرفتن اولین بخش و فرمول دعوت گرم گرفتنه گرم گرفتن یعنی نمایش کلامی یا غیر کلامی معدبانه هنگامی که با مخاطب نشست دارید یا با او گفتگو می کنید نمایش کلامی که مشخصه ولی منظور از نمایش غیر کلامی چیه؟ نمایش غیر کلامی به تکان دادن دست لبخند زدن، دست دادن، و موارد مشابه اطلاق میشه. هدف از گرم گرفتن اینه که با نمایش کلامی و غیر کلامی خود کاری کنید تا مخاطب بخواد آزادانه و راحت با شما گفتگو کنه. برخی تصور میکنن که گرم گرفتن فقط گفتن سلامه. گفتن سلام بخشی از اونه که اغلب هدف اصلی رو محقق نمیکنه. گرم گرفتن کامل نمیشه تا زمانی که به هدف اصلی اون برسید. بنابراین صرفا گفتن واژه سلام هدف گرم گرفتن رو کامل نمیکنه. بلکه تنها شروعی برای اونه. اگر مخاطب با شما آزادانه و راحت حرف نمیزنه به گام بعدی وارد نشین. امیدوارم این نکته رو خوب درک کنید. اگر زود و سریع از گام گرم گرفتن عبور کرده و وارد گام سنجش شده و نتونسته باشید کاری کنید که مخاطبانتون آزادانه و راحت با شما حرف بزنند مسلما به شما نخواهد گفت که چه نیازی دارند چی میخواند و چی نمیخوان که در این صورت هدف گام سنجش محقق نمیشه بدون کامل شدن گام گرم گرفتن مخاطب جوابهای سطحی و سرسری به شما میده بنابراین گام گرم گرفتن برای موفقیت در انجام گام های بعدی بسیار ضروریه. اگر مکالمات ناموفق قبلی خودتون رو با همکاران احتمالی مرور کنید، متوجه خواهید شد که زودتر از موعد پیش از اون که اونها رو واداشته باشید که راحت و آزادانه با شما گفتگو کرده و از نیازها و خواسته ها و نخواسته هاشون بگند، وارد گام سنجش یا حتی بدتر وارد گام دعوت شده بودید. اکنون که به اهمیت و هدف گام گرم گرفتن پی بردین، روش درست انجام دادن اون رو براتون توضیح میدم. اول درباره گرم گرفتن با بازار گرم میگم. گرم گرفتن شامل برقراری ارتباط با مخاطب از راه بیان عبارات و پرسیدن سواله. من گرم گرفتن با سوال های ساده آغاز میشه. حالت چطوره؟ سپس بر اساس پاسخ مخاطب به سوال های ریزتر و عمیق تر رسید. و بعد سوال های جزئی تر. هرچه با مخاطب آشناتر باشید میتونید سوال های جزئی تری بپرسید. مثلا هنوز هم در شرکت بایبست کار کنی؟ به نرمی از سوال های کلی به سوال های جزئی رفتن و همزمان به مخاطب احترام گذاشتن از نشانه های ارتباط سازان عالیه. اشتباه هم عمومی در گرم گرفتن اینه که وقتی مخاطب در حال پاسخ به سوال شماست شما به سوال یا حرفی که بعدا میخواهید بگویید فکر کنید. این اشتباه بزرگه و باعث میشه که مخاطب احساس کنه شما به حرفای اون گوش نمیدین. همچنین باعث میشه واکنش های نامناسبی از خود نشون بدید که مخاطب رو مطمئن میکنه که به حرفاش گوش نمیدادین. خطای اصلی اینجاست که شما واقعا علاقه به مخاطب نداشته و بیشتر به سوال یا حرف بعدی خودتون علاقه مندید. دلیل اصلی فراموش کردن نام افراد دقیقا بعد از اون که اسمشون رو به شما میگن همینه. بسیار خوب بریم سر متن پیاده شده تلفن های واقعی من با همکاران احتمالی. سه علامت در این متن ها هست. شش نقطه نشانگر آغاز و پایان تماسه علامت لوزی یعنی من مجبور بودم چیزی از متن را حذف کنم مثل شماره تلفن مخاطب یا نام خونوادگی او یا حرفای شخصی که فکر نمی کنم مخاطب از مطرح شدن اون راضی باشه. در ضمن، مواردی که مرتبط با شرکت خودم بود رو نیز حذف کردم. علامت دوتا آیکون یعنی متنی که بعد از این علامت میخونید خارج از گفتگوی تلفنیه و من می‌خوام نکاتی رو به شما بگم. یعنی دارم با شما حرف میزنم. در پایان بیان نکات هم دوباره این علامت رو میبینید که یعنی به متن گفتگوی تلفنی باز میگردم. بسیار خوب. اولین گفتگوی تلفنیم رو اینجا میخونید با خانمی به نام کاترینه. میخواهم حواستون به زمانی باشه که گام گرم گرفتن رو به اتمام میرسونم. کاترین سلام تیم سلام میتونم با کاترین صحبت کنم؟ کاترین خودم هستم تیم سلام کاترین من تیم سلز هستم شما دوتا آیکون را می شناسی کاترین آه آره تیم خب شماره شما ایشون به من داد و توصیه کرد که باهاتون تماس بگیرم من دارم روی طرحی کار میکنم و میخوام دربارهش با شما حرف بزنم امکانش هست کاترین البته تیم. علامت لوزی. گفت که شما کتابدار هستی. کارتون همینه؟ کاترین. آره. تیم. چه مدتی که به کتابداری مشغولی؟ کاترین. حدودا پونزده سالی میشه. تیم. پونزده سال؟ کاترین. اه تیم. اوه بسیار خوب. تا حالا کار ای کردی؟ کاترین. یه وقتی تجارت خودم رو داشتم. تجارت نظافت خونگی چند تا نقطه. اون موقع کارمندای زیادی هم داشتم. گاهی هم برای کلیسام نظافت می کردیم. تیم پس کارآفرین بودی؟ کاترین آره؟ تیم چطور وارد تجارت نظافت خونگی شدی؟ کاترین راستش من ذاتا در این کار خوبم. من ایرلندی هستم که یعنی ما در این کار خوبیم. و چند نقطه. تیم آه پس برای خوب بودن در تجارت باید ایرلندی باشیم منظورت همینه؟ کاترین با خنده درسته ولی پخت و پس هم بلدیم هر دومون میخندیم اینجا به هر حال این کاریه که خوب بلدیم در منطقه ساحلی خیلی خواهان داره تجارت خوبی بود شیشتا نقطه دقت کنید زمانی که خندش گرفت دقیقا همان زمانی بود که شروع کرد به آزادانه و راحت حرف زدن با من. وقتی دوباره به نوار ضبط شده این مکالمه گوش میدم میتونم بگم کاترین درست در لحظه خندیدن سپر دفاعیش رو کنار گذاشت. تماس بعدی با خانم مهربانی به نام لن هست که حدود یک سال پیش روی یک قایق تفریحی با هم آشنا شدیم. 20 نفر دیگه هم توی اون قایق بودند و همه با هم گفتگو کردیم. من و لین مکالمات دو نفره هم داشتیم. او خواننده بسیار با استعدادیه. از زمان اون ملاقات اول چند بار دیگه با هم حرف زدیم. وقتی این تماس رو با اون گرفتم حدود هفت ماهی می شد که حرف نزده بودیم. سه سوال و تمجید از او کردم که موجب شد با من راحت حرف بزنه. آیا اونها را تشخیص خواهید داد؟ تا نقطه لن الو تیم شما لن هستی؟ لن بله لن هستم تیم تیم سلس هستم لن آه تیم سلس حالت چطوره؟ تیم شما چطوری؟ لن خوبم خوشحالم که صدات رو میشنوم تیم من هم همینطور چه خبر ها؟ لن امسال سال پرکاریه روی چند تا طرح مختلف کار میکنم که خیلی خوبند. تیم واقعا لن بله تیم هنوز هم از اون صدای خارقالدت استفاده می کنی؟ لن تو خیلی لطف داری هر دومون می خندیم بله استفاده می کنم راستش به زودی آزم سفر هستم تا چند تا کنسرت برگزار کنم از این بابت خیلی خوشحالم تیم کنسرت بزرگیه از اونا که بشه توش تلویزیون تماشا کنم لن ای وای اینجا هر دو میخندیم نه از اونا نیست آزم ژاپنم برای سخنرانی خوندن یک مترجم هم دارم باید سفر مفرحی باشه پونزه دقیقه سخنرانی و بعد چند کنسرت دارم و میرم دوستای قدیمیمو ببینم و آوازی براشون بخونم خوش میگذره تا نقطه امیدوارم سه سوال تمجید مرا که موجب شد اون راحت و آزادانه با ما حرف بزنه تشخیص داده باشین حال به گرم گرفتن با قریبه ها و بازار سرد می پردازم. گرم گرفتن با قریبه ها به صورت حضوری به دو روش انجام میشه. روش اول گفتگو رو بی پرده با مطرح کردن سؤال هایی مثل آیا مکمل خوراکی مصرف می کنید؟ آغاز نمایید. شاید به نظر ناگهانی بیادا ولی اگه خوب اجرا شده و فرد قریبه نیست به موضوع علاقه نشون بده مفیده. این مراجعه رو میتونیم به بهانه انجام تحقیقات محیطی انجام داد. مثلا تحقیق درباره اینکه آیا صاحب تجارت خودش هست یا آیا مکمل های خوراکی مصرف میکنه؟ روش دوم آغاز گفتگو با غریبه ها با صحبت کردن درباره محیط مثلا دمای هوا، صندلی، سرعت آسانسور، میز، گوشواره یا هر چیز دیگه به چیز جالبی در محیط اشاره کرده و گفتگوی رو درباره اون آغاز کنید. من امروز بیرون نرفتم بیرون سرده؟ اینطوری مخاطب را وادار می کنید که به محیطش توجه کنه. یا دیدم یه پاکت بزرگ داخل خود رو داری. برای چه کاریه؟ نگاه مخاطب رو به اون شی معطوف کرده و دربارش حرف بزنید. بعد پاسخ اون رو بشنوید و از همونجا ادامه بدید. اول گرم گرفتن آغاز شده بعد گفتگوی شکل گرفته و در ادامه ارتباطی حاصل میشه. این سه مرحله با گفتن موارد مشترکی که روی آن توافق دارید محقق میشه. هیچ ارتباطی همین جوری اتفاق نمیافته. یه نفر اون رو می سازه. من سه عامل رو در شکل گیری ارتباط دخیل می دونم. عامل اول شمایید. عامل دوم مخاطب شماست. عامل سوم نوع ارتباطیه که بین این دو عامل برقرار میشه عامل سوم یا عامل ارتباط نیازمند وجود هر دو عامل اول و دومه اگر درگیر روابطی یک طرف شده باشید میدونید که حرف من چقدر درسته در ارتباط شما یا مخاطب به تنهایی مهم نیستید بلکه هر دو از اهمیت برخوردارید به خاطر همین ارتباط رو یک ماهیت دو طرفه میدونم. پس هیچ ارتباطی همین جوری اتفاق نمیافته. ملاقات با دیگران از روی بخت و اقبال نیست. شما شروع کننده، ادامه دهنده و پایان بخش یک رابطه اید. گاهی هر دو طرف رابطه در شروع آن موثر هستند. ولی در ابتدای شکلگیری یک ارتباط معمولا یک نفر اونقدر ادامه میده تا نفر دوم هم شروع به برقراری ارتباط کنه. اون موقع که نفر قریب خودش رو وارد ارتباط کرد عامل سوم شکل میگیره. توی این زمانه که سوال های بیپرده و عجیبی مثل آیا شما مکمل خوراکی مصرف میکنید؟ دیگه یه سوال عجیب نیست. من معمولا به جای اینکه به طور ناگهانی یه سوال بی پرده بپرسم پیش قدم میشم و ارتباطم رو با روشی که گفتم شروع میکنم. به این شکل مخاطبم آحت و آزادانه با من صحبت میکنه و پس از اون میتونم سوالهای سنجشیم رو با اون مطرح کنم. قبلا در ویژگی های ارتباط سازان خوب گفتم که هنگام گفتگو با مخاطب اندازه درست جسارت در این عقیده بسیار مهمه. جسارت افسار گسیخته یا به عبارتی پر زیادی مخاطب رو ترسانده و فراری میده. هرچه موضوع که درباره اون حرف میزنید برای مخاطبتون شخصی تر باشه، خطر اینکه گفت و کتون رو از دید او گستاخانه تلقی بشه بیشتر خواهد شد. سوال اوه چه آسانسور پرشتابی عبارت بهتری برای گرم گرفتنه تا اینکه بگید چه گوشواره های زیبایی داری. این جمله دوم کمی شخصی و گستاخانه است. در هر صورت اگر مخاطب جمله شما رو به پذیره به سرعت وارد گفتگو میشه. همه اینها به میزان پذیرا بودن مخاطب برای شروع ارتباط و نوع گرم گرفتن شما بستگی داره. در هنگام ملاقات با مردم از همون اول به خود مخاطب توجه نشون ندید چرا که نباید پر رو به نظر بیایید بیشتر به چیزی یا شیعی مرتبط با اون توجه نشون بدید تا زمان که مخاطب پذیرای شروع ارتباط با شما بشه اون موقع آروم آروم توجهتون رو به خود فرد معطوف کنید مهمترین عامل موفقیت در گام اول نیت شما از ملاقات با مخاطبه نیت یعنی هدف یا مقصود نیت شما از ملاقات با دیگران چیه به منظور اینکه تمام مراحل فرمول را با موفقیت پشت سر بذارید نیت قلبی شما از ملاقات با مردم باید آشنایی با اونها و شناختنشون باشه ولی اگر نیت شما عضوگیری وارد کردن مخاطب به تجارتتون فروش فریب کلاه گذاشتن و انواع دیگر نیت های نامناسب و یا حتی پلید باشه متوجه میشید که گام گرم گرفتن با موفقیت طی نخواهد شد یادتون باشه که گام اول فرمول دعوت گرم گرفتنه گام دوم سنجش و بعد از اون نوبت به دعوت میرسه از ملاقات و آشنایی با مردم لذت ببرید و کاری کنید که آزادانه باهاتون حرف بزنن. نیازها و خواسته هاشون رو تشخیص بدید. اگر واجد شرایط بودند و دیدید که میتونید با اونها کمک کنید، آنگاه وارد گام دعوت شده و زندگیشون رو بهتر کنید. اگر ملاقات با مردم رو فقط برای عضوگیری ترتیب بدید، اونها متوجه میشند و اصلا خوشایندشون نیست. پس اول با نیت آشنایی وارد یک ارتباط بشید. اگر از فردی که با او ملاقات می خوشتون نیومد یا احساس کردید که نمی باش کار کنید اشکالی نداره. شما که او را برای چیزی دعوت نکردید. فقط اون را دیده سپس تنجیده و متوجه شدید که تمایلی به همکاری با اون ندارید. هیچ ضرری به کسی وارد نشده. قلبا امیدوارم که ارزش آشنایی با غریبه ها رو دریابید. برای خودم که مدت ها طول کشید تا مکانیسم پشت ملاقات با مردم رو درک کنم. شاید ساده به نظر بیاید. اما کم هستند کسانی که ملاقات با غریبه ها رو با توجه نشون دادن به چیزی شروع کنند. و سپس باب گفتگو رو درباره اون چیز آغاز کرده و کاری کنند که مخاطب خودش به گفتگو ادامه بده. بسیار خوب. بخش بعدی گرم گرفتن با مردم رو ادامه میدم. فرض کنید آگهی فرصت کاری خود رو در قسمت نیازمندی های روزنامه چاپ کرده و از علاقه مندان خواستید با شما تماس گرفته یا رزومه خودشون رو براتون بفرستند. در این صورت شما به طور طبیعی در نقش فردی هستین که باید مخاطب رو بسنجه. پس باید یاد بگیرید که چطور با آنها ارتباط برقرار کنید. مثلا وقتی با فردی که رزومش رو برام فرستاده تماس میگیرم اینا رو میگم. سلام. شما با پاکر هستین؟ سلام باب. من تیم سلز هستم. شما در جواب به یک آگهی در روزنامه واشنگتن پست رزومه خودت رو برام فرستادی. رزومه شما الان روبروی منه و چند سوال دارم. فرصت دارید صحبت کنیم؟ این همان گرم گرفتن اولی است. دوستانه است و مرا در موقعیت خوبی قرار میده. من با گفتن جمله های این چنینی مطمئن میشم که گرم گرفتن خوبی انجام دادم. در رزومه شما میبینم که در شرکت سیسکو فروشنده بودید. از این تجربه بیشتر برام بگید. پاسخهای اونها معمولا ناقص و بیحاصله. کمی بعد میگم باب واقعا دوست داره در زندگی به چی دست پیدا کنه نه اینکه فقط بخواد شغلی پیدا کنه بلکه اون چه واقعا میخواد چیه در ضمن سوالم رو دقیقا به همین صورت میپرسم میخوام که اون به باب به عنوان سوم شخص نگاه کنه این سوالات نقش سوالهای سنجشی رو دارند ولی میتوان اونها رو طوری مطرح کرد که همزمان نقش گرم گرفتن رو هم داشته باشه و نتیجتا مخاطب بخواد آزادانه و راحت باتون با صحبت کنه. در ادامه متن پیاده شده تلفنی منو با فردی میخونید که به آگهین پاسخ داده بود. دقت کنید که چطور بعد از چند سوال برمیگردم و گرم گرفتن رو کامل میکنم. 6 تا نقطه. تیم. سلام. میتونم با خانم مدیسون علامت لوزی صحبت کنم مدیسون خودم هستم تیم سلام مدیسون من تیم سلس هستم شما به یه آگهی توی روزنامه لس آنجلس تایمز جواب دادید و رزنامه خودتون رو برای ما فرستادید آگهی جذب فروشنده قوی برای شرکت محصولات سلامتی علامت لوزی مدیسون بله بله یادم هست تیم رزومه شما الان جلوی منه. وقت داری صحبت کنیم؟ مدیسون بله صد درصد. تیم در رزومتون همه جا به فروش اشاره کردین. فروش و فروش و فروش بیشتر. مدیسون بله هر دو میخندیم. میدونی آدم با این توانایی به دنیا میاد. این تو خون منه. این دیگه؟ تیم بسیار خوب. پس شما فروش رو دوست داری. من اینطوری متوجه شدم. مدیسون مشخصا بله خیلی دوست دارم. تیم چه چی چیز فروش رو دوست داری؟ مدیسون من از ارتباط با مردم لذت میبرم و البته از محصولات از معرفی محصولات و از شناختن نیازهای مردم و ملاقات با اونها و در نهایت رضایت از اینکه ببینم موفق شدم اینا رو دوست دارم تیم چه خوب قبلا چه چیزایی می فروختیم؟ مدیسون من فروش رو از پونزه سالگی شروع کردم. فروش خونه به خونه. همه چیز از بیمه گرفته تا های آموزشی مثل سمینار در حوزه سلامتی. خیلی به مکملهای های خوراکی علاقه داشتم. با یه مربی کار می کردم. من به فروش در این حوزه علاقه داشتم. بله دیگه همه چیز می فروختم و می خنده. ولی ای کاش وقتم انقدر کم نبود. تیم آفرین موضوع رو از کار به این سمت میبرم که مدیسون واقعا تو زندگیش میخواد چی به دست بیاره. میدونی؟ بله. شما یه شغل میخوای ولی چیزی که واقعا مدیسون توی زندگیش میخواد چیه؟ مدیسون من واقعا دنبال ارزش آفرین در مقیاس بزرگم. دوست دارم کاری کنم که به آدم های زیادی کمک کنه. میدونی این برا مهمه. ولی دوست دارم پول زیادی هم در بیارم. این سه مورد در رأس لیست منه. میخوام توی کار بعدی خودم اینا رو داشته باشم. تیم و زمان آزاد برای خودت. مدیسون بله و تنوع. تیم و تنوع؟ مدیسون آره و اینجا تغییر در جامعه و پول زیاد در آوردن اینجاست که میخنده. شاید اولویت اولم هم, هم همین باشه. اینجا هر دو میخندیم. تیم بسیار خوب ظاهرا یکی یکی اضافه میشه. مدیسون بله هر دو میخندیم. 6 تا نقطه. دقت کردید که وقتی پرسیدم مدیسون در زندگیش واقعا چی میخواد؟ چه راحت و آزادانه خودش رو برام آشکار کرد و از رویاهاش گفت؟ بسیار خوب. موضوع تماس گرفتن با افرادی که در جواب به فلایر، کارت پستال و دیگه تبلیغاتی که براشون ارسال کردید برای شما پیغام صوتی گذاشتن رو بررسی میکنیم. این هم خیلی شبیه مثال رزوم است. تفاوت اصلی اینه که مثل قبل در موقعیت برتر نیستید. چرا که مشتری و همکار احتمالی با تردید بیشتری تماس گرفته. مثالی از اون چه من میگم. سلام، میتونم با مارک صحبت کنم؟ سلام مارک من تیم سلس هستم. شما به کارت پستال ما که درباره تجارت خانگی بود پاسخ دادید و برای من پیغام صوتی گذاشتید. دوستم درباره همین صحبت کنم وقت داری؟ و سوال های عمومی میپرسم های مثل در کدام منطقه زندگی میکنی؟ و سپس میگم؟ خب چه چیزی مارک رو به پاسخ دادن به آگهی تجارت خانگی تشویق کرد؟ اگر همکار احتمالی تلفن بزنه و شما پاسخگو باشید اوضاع کمی فرق میکنه من مثلا میگم سلام تیم سلس